موسیقی تنوع میخواد، پرش میخواد، آزادی میخواد توش، قید نباید بشه توش، قید باشه یک نواختی پیش میاد و کهنه بشه فورا. عبدالوهاب شهیدی استاد آواز ایران، آهنگساز و نوازنده عود امروز دوشنبه در 99 سالگی درگذشت. شهیدی از سال 1339 تا 1357 با اجرای بیش از 230 برنامه گلهای رادیوی ایران رتبه سوم بیشترین برنامه موسیقی در گلها رو داشت. زنده یاد استاد محمد رضا شجریان درباره شهیدی گفته بود: او بزرگ مرد هنر آواز ایران است و سالیان درازی است که دستش را بوسیدم و در حضور او کرنش کردم و هیچگاه به خود اجازه ندادم که در حضور او عرض هنر کنم. من از کودکی از استاد خاطره دارم، یعنی کار ایشون که از رادیو پخش میشد معمولا تنها کسی که خودش ساز میزد و با سازش میخوند استاد شهیدی بود. صدای ایشون یک بم خیلی گیرا بود، یعنی موسیقی برای اهل دل و که صدای بم باحال دوست دارن و استاد شهیدی بسیار انتخاب مناسبی بود. عرض کنم در سنین کودکی یک بار توفیق حاصل شد که با پدرم رفته بودیم میمه، منزل یکی از دوستان پدرم که استاد شهیدی هم اونجا حضور داشتن و من خب چون بهشون علاقه داشتم همیشه از دور ایشون رو میدیدم و صحبتی کردیم و در مورد موسیقی و در مورد آینده موسیقی و اما به طور کلی استاد عبدالوهاب شهیدی بسیار ساکت بودن. به هر حال ما یه هنرمند بزرگ و عزیزی رو از دست دادیم که غیر از این که نمونه صدای خوب، نوازندگی دلکشین بود، در این حال نمونه و اسطوره اخلاق و بزرگی بود و من تشریح میگم باز در گذشته استاد عبدالوهاب شهیدی به همه هنردوستان ایرانی. جناب استاد عبدالوهاب شهیدی با وجود سن زیادشون که قریب به 100 سال سن داشتن هنوز در حقیقت قادر بودند که مطالبی رو انتقال بدن، در حقیقت سلامت بودند و بسیاری از دوستان موزیسیان و آوازخوان از حضورشون بهره مند می‌شدن، بهشون سر بزنن. جناب استاد شهیدی به مثابه بسیاری از خوانندگان دوره گلها و دوره قبل از انقلاب جزو آوازخوانانی بودند که مطبوع و ملایم می‌خوندن و معتقد بودند که در جای صحیح صدا باید در حقیقت آواز کن. این بینش صحیح از اینجا نشأت میگرفت که استاد شهیدی نوازنده بسیار خوبی بودن، نوازنده ساز و عود بودن، به نوت‌های موسیقی، به فواصل موسیقایی، به همه اینا آشنایی و اشراف داشتن. بعضی در هر سنی عود کنن بازم حیف بده، در هر سن و حتی ممکنه 150 سالشون باشه ولی بازم برای جامعه و برای اون کاری که میکنن اسباب افزودن. جایگاه استاد عبدالوهاب شهیدی جایگاه خیلی خیلی یگانه و خاصی داره. در واقع این حالت سری سازی و کپی کاری که در این 40 سال اخیر تبدیل به یه رسم رایج و یه عرف معمول شده در زمان حیات و فعالیت نسل استاد عبدالوهاب شهیدی و دوستانش روش رایج نبود. استاد شهیدی از چند جهت یگانه، غیر از یک صدای گرم و بسیار ممتاز که احاطه فوق‌العاده‌شون به شعر و ادبیات تصویر با خودشون گاهی وقتا اشعاری رو می‌سرودن، احاطه‌شون به شعر فوق‌العاده بود. مهارتشون و تسلط فوق‌العاده‌شون به نوازندگی عود نه با معیارهای ویرتوزی امروز بلکه با معیارهای دیروز که در جای خودش خیلی خیلی معیارهای آسانیاب و همچنین دستیابی هم نبوده. خیلی خیلی مهمه که شاید اولین خواننده‌ای باشه در تاریخ موسیقی ایران.